سلام علیکم بینندگان عزیز فوتبال 360، همراهان همیشگی ما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. بعد از قهرمانی دوگانه پرسپولیس در لیگ و جام حذفی، فرصت ها غنیمت شمردیم. سه تا از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار این فصل پرسپولیس مهمان ما هستن، باشون گپ و گفتی خواهیم داشت که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. از راست شروع کنم، سروش رفیعی عزیز، علیرضا بهرانوند و مرتضی پورعلی گنجی که دلم براتون تنگ شده بود. مرتضی رو یه بار من دیده بودم تو این حد فاصله چند ساله، سروش رو ندیده بودم اصلا. بیرو هم دیده بودی؟ در ارتباط بودی با هم؟ آره نه ندیده بودیم دیگه. خیلی خوش آمدید. از سنی از این بر باید شروع کنی؟ از من شروع کنی؟ آره بذار آره از تو شروع. درود، عرض ادب خدمت شما همه دوستان و بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره می‌بینمتون و مطمئنم که کلی کیف می‌کنیم با هم و لذت می‌بریم از این برنامه انشالله. مرسی. منم سلام می‌کنم خدمت شما دلخان عزیز و تمام بینندگان عزیز. و من یادم موقعی که رفتم بلژیک با هم در ارتباط بودی، چقدر احوالمو میپرسیدی، چقدر بهم کمک میکردی که چه کارا کنم، چجوری ادامه بدم. مرسی و خیلی خوشحالم که دوباره دیدمت و انشالله بتونیم یه گفتگوی خیلی خوب داشته باشیم. مرتضی خب سلام عرض ادب خدمت شما آقادل عزیز و با معرفت و همکارای محترمتون و بینندگان محترم 360. امیدوارم که امشب یه برنامه خوبی باشه و در کنار هم لذت ببریم انشالله. حالا جدی سنی گفتم، سروش تو از بقیه بله شناسنامه ای فکر کنم سروش بزرگتره. خب سنی در اصل داشلی نه نه علی 29 هم بکنم. علی 29 هستم، من 33 سالم. 33؟ البته کم کار کردم. تو الان واقعا چندی؟ من 36-71 دیگه الان گذشتی. من آدم خان نه 36 سال. من دخواهم یه چی بگم به شما. من واقعا اگه پدرم ورزشی بود، یعنی از فوتبال میدونست، شما اشاعر بودیم دیگه، شاید مثلا شناسه هم متولد 75-76 میگرفت. واقعا اگه ورزشی بود. نه من متولد 71 هم. نه خود این خودت 71 کی؟ بله 71 هم. بعد بابات متولد چند؟ نه جدی حالا چون یه بار بابام همسن سالی تنها شناسه هایی بابام فکر کنم 57 تو شناسه 43 چی؟ 57 سالشه تو شناسومه 43. آه 43. آره چون اشاعر بودیم دیگه دنبال شناسومه دیر میرفتن. آره به خاطر همین چندین بار ما رفتیم من چیز واسه رضایت ثبت که رضایت بگیرم که مثلا من بیام بازی کنم بهمون رضایت نمیدادن، میگفتن سناتون خیلی به هم نزدیکه. نزدیک یا بزرگتر بود بابات؟ یعنی تو بزرگتر بودی از بابات؟ یعنی اینجوری نبود؟ نه من نزدیک به سنه بابا دیگه. نه مورد میتونست جالب باشه دیگه، اصلا بابات بزرگ. دو سه سال از من کوچیک‌تره بابا. حالا به هر حال رو راست باش، الان دیگه دردت نمیخوره. سن واقعی ما راحت باش. سن واقعی تو بگو. یه بار اینجا اعلام کنو. خودت راحت. این برنامه هم که میدونی امینه همه. یعنی هر حرفی بزنی هم اینجا میمونه. خب از کی شروع کنیم؟ از سروش شروع میکنیم. این فصل یه مقاطعی بود که خیلی هم به تریبون نمیدادن دیگه بخاطر یه سری داستانا. عکست با دختر قشنگ به تخته بزنم ماشاءالله مثل خودت خوشگل، خیلی هم همه جا پخش شد. قبلا هم گفته بود خیلی آرزو، یکی از آرزوهای بزرگت این بود که خانواده ها بیان به ورزشگاه، دخترت اومد ورزشگاه، انشالله این اتفاق رقم بخوره دیگه. فکر میکنم یکی از خفن ترین سالایی بود که من فوتبال بازی کردم و قهرمانی آوردم و خیلی حال داد. در مورد دخترم هم بگم که حقیقتا دیگه یک سال و نیمشه یارا، تا الان هیچ جایی هیچ عکسی هیچ چیزی ازش نبود، ولی یه تصمیمی گرفتم گفتم که اگه دوگانه رو بگیریم توی قهرمانی. حتی به خانومم گفتم صبر کن، اگر شرایط بازی جوری بود که احساس کردیم و قهرمان میشیم راه بیافتید بیاید سمت استادیوم. خانومتم اومد تو ورزشگاه؟ خانومم اون یه بازی نفت آبادان که آزاد بود اومدن و این همیشه افسوس بزرگ من فکر کنم بمونه
که مثلا مادرم خواهرام هیچ وقت نیومدن بازیامونو ببینن و واسه همه ما قطعا افسوس میمونه. یه دونه خبرم دارم که در واقع عمومی هیچ جایی تا حالا گفته نشده، حالا بچه ها دوستان رفیقان میدونن، اینه که ما یه کوچولوی تو راهی هم داریم. ماشاءالله زنده باشی. ماشاءالله چند ماه دیگه یارا یه خواهر کوچولوی ناز گیرش میاد. به به، به سلامتی ان شاءالله که همیشه موفق باشی. البته حالا جمله که سروش گفت که همه فکر می‌کنم همه بازیکن‌ها آرزوشون این باشه که خانواده‌شون عزیزشون بیان بازی رو نزدیک ببینن. حالا عزیز این بازی استثنا فکر نمی‌کنم نه، ولی کلاً در شرایط عادی من فکر می‌کنم تو مرتضی و همه بازیکن‌ها دوست این اتفاق رقم بخوره. خب 100% این اتفاق خیلی خوبیه واسه کشورمون که بتونن بانوانم بیان استادیوم و بازی رو ببینن. من خودم فکرم چندین بار خانواده خودم تو دو بار فکرم تیم ملی اومدن، یه بارم فینال آسیا اومدن با پرسپولیس، یه بارم نفت آبادان، 4 بار اومدن. خیلی خوشحال بودن، دیدم واقعا چقدر ذوق داشتن که این ادامه داشته باشه. من هنوز وقتی که بازی دارم بارونا دخترم هی میگه بابا دخترا کی میرن استادیوم، بابا واقعا هر وقت به من میگه الان 6 یعنی وقتی که من تاها رو میبرم چون میدونه نمیتونه، هی میگه با دخترا راه نمیدن دختر، یعنی واقعا هر وقت به من میگه من بغض میگیرتم همونجا و دلم براش میسوزه. اصلا گفتن الان دیگه رسما اعلام کردن که سال بعد این زیر ساختشون بالاخره آماده بشه. همین که بچه‌ها گفتن هممون آرزومونه که به هر حال خانواده ها بیان توی ورزشگاه. من خودم مادرم آرزوشه که بیاد ورزشگاه آزادی، چون بیرون از ایران توی امارات و حالا قطر اومده بود، یه بارم که بازی با فکر میکنم عمان اومده بود که من اونجا تقدیر کردم از مادرم به خاطر تمام زحمتایی که برای من کشید و تمام مشکلات رو ما گذروندیم که بخوایم به هر حال به این جایگاه برسیم. من فکر میکنم یه رویا شده که فکر میکنم واسه فصل آینده اگر راه ندن بانوان عزیزو فکر کنم محروم میشیم. خب از دربی آخر شروع کنیم، جام حذفی. شما هنوز تصمیمی در موردش نگرفتید؟ من یه سنی دیدم گفت که آبی یا قرمز، گفت ایران. آره بعدش فکر کنم فهمید دیگه اصلا. دیگه خیلی کم داریم که اینقدر فوتبالی نباشی. ها بحثی به این سروش، من بحثی به این که فوتبالی نباشه طرف نداره، خیلی اصلا فوتبال اصلا دوست نداره، اصلا نمیدونم پرسپولیس آبی قرمز، ولی اینکه چیزی که شما اصلا نمیدونید بعد بلافاصله جواب میدید که من هنوز در موردش تصمیمی نگرفتم. اینقدر ریلکس و راحت جواب میدین. آره امیدوارم تو بقیه تصمیم‌ها اینجوری نباشه. آره این خودش یعنی دقیقاً آدم این ترس داره که آقا مثلا هر چیز چرا مثلا درباره مسئله کلان کشور هم همچین چیزی مطرح بشه، آیا واقعا اینقدر راحت چیزی که هیچ چی در موردش نمیدونه رو دربی رو پیش بینی نمیگه؟ دربی رو من فعلا در مورد اونم واقعا تصمیمی نگرفتم که در مورد همین دربی که میفرمایید پیش بنده ایران. ایران و همچنان همتون بیراون هستید؟ قطعا بیراونوند هستیم و از این ما همه بیراونوند هستیم سالها پرسپولیس استفاده میکنه. خب بازیکن‌ها و مربی‌ها برات هشتگ ساختند و یه جوی رو راه انداختم. اصلا چی شد؟ نظرت چیه؟ ببین عادل خان، یه اتفاقی که افتاد به نظر من قبل از دربی و فینال، من خودم شخصا که با بچه‌ها هم ما همیشه بعد از تمرین عادل خان میشینیم واقعا با هم صحبت می‌کنیم، یعنی کنم 2 ساعت تو ورزشگاه میمونیم، یعنی قشنگ آنالیز می‌کنیم خودمون رو که چه کار کنیم. و من خودم شخصا شاید این اتفاقی که اگه آقای ساپینتو اون حرف رو نمیزد و خب مربی بزرگیه، خب درکش میکنم، اونم شاید این حرف رو زده که تیم خودش رو یه ذره بیاره بالاتر. ولی من میگم اگه اون حرف رو نمیزد، من خودم چیزی که بچه ها نگاه میکرده میدیدم، شاید میگفتیم ما که قهرمان شدیم، حالا جام حذفی هم نبردیم، میگیم قهرمان شدیم. واقعا این تا قبل از این حرف بود، حالا سروش اینا هم اینا هستن. ولی وقتی که این اتفاق افتاد و من بچه ها رو می دیدم بیشتر، یعنی تمرکز می کردن بیشتر، یه دستاشون رو واقعا صفر اینجوری گره می کردیم به هم که واقعا بتونیم یه حرکتی انجام بدیم، تا صبح بیدار شدیم دیدم آقای ایا یه استوری گذاشته بود که البته کار تو هم کار خوبی نبود دیگه، اینه که قبول داریم. مثلا اون که بعد از بازی به حال خودت میدونی حساسیت‌ها رو میدونی، کوریا رو میدونی، برای اینکه مثلا شما دربی رو برده بودید، پای استقلالی‌ها به حال تحت فشار ناراحت بازی رو باختن،
از قهرمانی دور شد و بعد تو میای همچین حرکتی میکنی، خب حرکت خوبی نبود. من معذرت خواهی کردم، حتی بعد از این فینال هم معذرت خواهی کردم، گفتم به عنوان یه بازیکن ملی من دستپوس تمام مردم ایران هستم، مخصوصا هواداره استقلال، ولی این آمادگی رو داشتم که قبل از فینال چقدر زیر فشار باشم، که فکر کنم آقای یعیا خیلی لطف داشتن به من. و آره اتحاد پرسپولیسیا یا به تو هم میگم اون یکم زود جوگیر میشه دیگه، فکر می‌کنم یعنی مثلا بعد از برد و ببخشید بازی بزرگ که ببری باید جو بگیرت دیگه، باید احساسات خودتو با هوادارا تقسیم کنی. آنالیز قبل از بازی، حالا شاید اینو جایی اعلام نکردم، ولی من به بچه‌ها به من گفتن که عادل خان استقلال آنالیز کرده بچه تیم پرسپولیسو، گفت 10 دقیقه اون عکسو گذاشتن، ساپیندا گفته این عکسو خوب نگاه کنید. این خود باعث شد که خیلی تنش ایجاد شد، یعنی بازیه شروع شد اصلا تنش آدم تو بازی میدید دیگه، بازیکن‌ها درگیری‌هایی که با هم دیگه پیدا می‌کرد، یکی از اون فضای رقابتی یکم خارج شده بود. آقای ساپینتو تو ذهنش بوده که من میام، خب علی مهره کلیدیه توی تیم پرسپولیس، یه فشاری رو می‌ذارم، یه ذهنیتی میدم به بازیکنام، یه فشاری هم از طرف هوادارا به علی بیارم که نتونه راحت کارشو بکنه فلان. یه تایمی من یادمه مثلا جوانان بودیم، مربی به ما میگفت که میخواید برید تو زمین اینجوری وایسید، بعد اصلا نگاه نکنید به این بغل دست، یاتون رد میشید هیچی نگید، حرف زنید که مثلا بگید آره ما خیلی فلان. ولی دیگه الان مثلا بازیکنایی که مثلا 3 جام جهانی رفته، نمیدونم 50 به بالا بازی ملی دارن، تو بازیکنایی که تو زمین بودن تو این بازی، خب رو هم رفته شاید مثلا 70 سال بازی تو لیگ برتر دارن دیگه، این نمیشه اینجوری حساب کنی که شما با یه دست ندادن یا روتو برگردوندن مثلا ما بگیم ای وای اینا اومدن ما رو مثلا تیکه پاره کنن که. ولی این رفتارا خب برای مایی که چند ساله داریم تو لیگ بازی میکنیم چیزی نیست که اذیتمون کنه. من فکر میکنم بعد عذرخواهی آقای ساپینتو باید به هر حال یعنی اون بخشش رو میداد به علی، یعنی میبخشیدش به خاطر این داستان. حالا قبل بازی این صحبت ها رو هم کرد، شاید فشار رو میخواست بذاره رو علی رو حرف سروش، ولی من فکر میکنم اتحادمون بعد این داستان خیلی بیشتر شد. خود ساپینتو به حال به هم ریخته، یعنی ما کنار زمین اتفاقاتی که رخ داده، یعنی یکم اتفاقات بازی هم به نفع شما رقم خورد. ما بعد از این گفتگو که پخش شد حتما با از نقطه نظر استقلالی ها هم به حال باشه، شاید اونها هم سری صحبت هایی دارن، حتما با اونها من صحبت میکنم، شاید اونها نظرشون یه دلایلی داشته باشه واسه اتفاقاتی که رقم خورد. بعد عادل خان من یه اتفاقی که افتاد واسه ما بچه‌ها، میخوام کاپ لیگو، حالا کاری به جام حذفی نداریم، خیلی خوشحال نبودیم، نمیدونم چرا، یعنی چیزی بود که استرس حذفی گرفته. من به بچه‌ها گفتم بچه‌ها ما کار بزرگی انجام دادیم، ما قهرمان ایران شدیم، چرا به خاطر یه فینال اینقدر ما نگرانیم؟ واقعا این اتفاق افتاد. یعنی میگم عادل خان اگه ما قهرمان جام حذفی نمی‌شدیم، اینو من واسه هوادارا دارم میگم، اصلا من شک نکن تمام زحمات ما میرفت زیر سوال، یعنی سالی که و هیچ لذتی نبردیم از قهرمانی لیگ. اصلا واقعا یعنی میگفتم ای کاش این جام حذفی قبل از لیگ تموم میشد. ما هم افتادیم با تیم استقلال، خود استقلال هم عادل خان دیدید 2-3 بازی آخر فوق‌العاده بود، 12-13 تا گل زده بود، ما هم گفتیم الان میان. بعد خب قربون بچه‌هاشون بچه‌ها هم برن، بچه‌های استقلال مسابقه کرده بودن که آقا تیم ما چیز قهرمانی داشته، ما هم گفتیم آقا بیان ما رو ببرن دیگه، ما رو میبرن زیر سوال دیگه. ولی واقعا ای کاش همیشه من میگم جام حذفی خیلی زود تموم بشه، چون من که واقعا استرس کشت منو، یعنی واقعا هیچ خوشحالی. اول یکی به خاطر بازیه بود، یعنی ما بازی نساجی چون زود به گل رسیدیم، بعد نساجی 10 شد، بعد خیلی سوار بودیم رو بازی، یه ذره زود معلوم بود که ما قهرمان لیگ شدیم. یکی به خاطر این بازیه هیجان نداشت، هیجان قهرمانی، حالا تا اینکه مثلا منتظر باشی اون ور چی شده، این ور یه دفعه یه گل نخوری، حالا یه گل هم جلو باشی، یکی اون بود. یکی هم دقیقاً یه روز بعد از اینکه برگشتیم این استرس حذفی، چون هم تصمیمون این بود که بگیریم واقعا حذفی را، همون فشاری که بود به حال واقعا لذتی نبریم از قهرمانی، ولی این طرف تلافی کردیم دیگه. یعنی بعد از
حسفی واقعا لذت بردیم و خیلی کیف داد. تمام نمیشد خوشحالی تو همینجا دیگه تا آخر بازی. نه خب عادل خان، ما سالی بود که فکر کنم آقا واسه هوادارامون خیلی خوبه، ما دوتا دربی رو بردیم و دوتا قهرمانی به دست آوردیم، یعنی قهرمانی ما از دربی شروع شده. شما اگه نگاه کنین ما استقلال رو بردیم رفتیم بالا، جام حذفی هم که فینال باش بازی کردیم بردیم و فکر کنم من مصاحبهم کردم یکی از شیرین ترین سالها و قهرمانیهای فکر کنم باشگاه پرسپولیس بود این دبل، یعنی فکر کنم افشین خان پیرامونی اون سالی که فینال جام حذفی گل زده بود اینجا شکسته بود دبل کرده بود، گفت دبل سه بار پدر ما رو در آورد، پدر ما رو در آورد، یعنی هر وقت من میگو برید دبل کنید من میدونم دبل چه قشنگه، لذت دبل رو میگفت شما نمیدونید. تو سال جدید خدایی ما داشتیم خوب فوتبال بازی میکردیم. حالا یه نکته جالبش هم که علی میگه همه رفیقامونن، باز اسم نمیارم، دو سه تا از خود بچهای استقلال 10 بار ما با هم دیگه توی جمعای مختلف نشستیم دور هم بودیم، خودشون مستقیم مثلا به ما میگن که خدایی عالی بازی میکنید، ولی یه دفعه اینو بعد یه بازیشون میان یه مساوی میکنن که بریم سراغ بازی. عزیزا تو با عنوان یه گلر اون صحنه که گل دومتون آدشا سانتکا به نظرت حسینی مقصر بود یا نه؟ به نظرم نه، تو خیلی میگه فشار میگم الان این یکم هوادارا هم بیرحم شدن حتی در قبال بازیکن خودی، خب یعنی یه بازی میبرنشون به اوج یه بازی میارنشون به حضیض، یعنی خیلی بیرحم شدن. مثلا حالا حسین حسینی به حال زحمات زیاده کشید سال قبل با استقلال بدون باخت قهرمان شد، خیلی نقش داشت، اشتباه هم داشته کم هم نداشته، ولی این گله واقعا خودش من فکر کنم بیشتر مدافعا مقصر بودن تا اینکه خود حسینی مقصر. اصلا 100% عادل خان، من چندین بار گل رو دیدم و واقعا تعجب کردم که چقدر فشار رو سید حسین سیدی که فکر کنم پارسال با 10 تا گل خورده تیم رو قهرمان کرد و بازیکن تیم ملی هم هست، یکی از دوستای خوب منه، چندین سال داره واقعا واسه استقلال میدرخشه. میگم امسال یه شرایطی بود که هوادارای استقلال واقعا دوست داشتن حداقل یه جامو بیارن، 100% جاش درست بود، یه چیزی بود که فکر کنم ولسیانی باش قاطی آره. کرد که جلو سیلوا رو گرفت که توپه اصلا هر کی دیگه بود میخورد، اصلا شک نکن، چون این گلا من زیاد دیدم که این اتفاق افتاده و فشار علکی گذاشتن رو سید مرتضی، بعد دفاع میزد دیگه، من فکر کنم توپو بعد سیلوا میزد دیگه، فکر میکنم سیلوا هم فکر کرد که یار جلویش که یار ولسیانی بود میزنه نزد، که اگه تصویر نگاه کنید یه سرم آورد که اونجا دیگه سید هم کاری نمیتونست بکنه. گل اولم اصلا من اصلا بدون تقصیر بود عادل خان، گل اولم واقعا مقصر بود، گل اول خیلی خوب زد، اصلا سالونی زد، اصلا با نوک زد، نوک زد اصلا داشتیم شادی گل می‌کردیم، مهدی خودش تعریف کرده بود این نوکای می‌زنی خیلی خوب زد و چقدر خوب بود، خودش هم اومد گفت نوک پا زدم، نوک تعجب کرده چون مهدی میزنه بعضی اوقات تو تمرین از اونجا، ولی از اونجا اگه بغل پا یا رو پا می‌زد قطعا گل نمی‌شد. به روی دروازه یه فرصت پشت چود زنی و توی دروازه، توی دروازه، باز هم مهدی ترابی، باز هم شهرآورد و پرسپولیس 1 استقلال 0. و چرا ایران بازی میکنه جدی حالا؟ این چرا؟ پریروز فکر میکنم نمیدونم تو هتل بود کجا بود داشتیم در مورد همین قضیه صحبت میکردیم، گفتیم مهدی یه چیزی تو مایه های علی کریمی سروش نوشی جون نه میدونی چرا؟ راحت میخورم چرا؟ دماغ دیگه دماغ راحت مگه میشه بره چی؟ نه این لیوانا یه سری تاسر اینجا لیوانا قشنگ رن، ولی این توانایی داره که تو اینم بره عادل خان زشته عادل خان. خودت گفت من چیکار، من چیکار، خودت گفتی و من اصلا چیکار دارم دوست دارم. آره خلاصه ترابی میگفتی، میگفتیم علی کریمی هم میگفتن توی اوجش تنبل بوده خیلی تمرین نمی کرده، ولی با اون فن اگه مثلا خوب تمرین می کرد شاید یا ذهن بزرگتری داشت مثلا خیلی کارهای قوی تری می کرد، جای بهتری می رفت. مهدی هم همینجوریه، خیلی تنبله، یعنی اصلا تمرین اصلاً وزنه نمی کنه بازی کارو در بیار. من یاد ندارم مثلا یه بار دیده باشم بعد همین مهدی بشینه یه کششی بزنه، امکان نداره، ولی ماشاءالله بدنش قویه، گامای بلند و
اگه مثلا مثل مرتضی تمرین میکرد الان از 5 سال پیش باید اروپا بازی می‌کرد. بهترین تیم واقعا. یعنی بس خودش هم خیلی انگیزه نداره واسه نه کلاً اینجوریان بعضی‌ها دیگه. رفت یه مقطع کوتاه رفت. عادل تیم العربی وسط حرفتون مهدی ترابی یکی از باکلاس‌ترین فوتبالیست‌های ایرانه. فهم فوتبالی میدونه کجا دریبل بزنه، میدونه کجا پاس بده، پاس‌های تو فضاش فوق‌العاده است. و من فکر میکنم همین حرفی که سروش زد، اگه تمرین مثلا حالا یکی از بازیکنهای پرتلاش مثلا رامین رضایی هم مثلا چه بگم خودمو نمیگم مثلا یکی از بازیکنهایی که وحید امیری داشت به خدا قسم یکی از بهترین تیمای اروپایی بازی میکرد که من فکر میکنم یعنی حقش این فوتبال نگرفت. واقعا واسهش ناراحتم ولی از اینکه تو تیم خودمون داریم واقعا خدا رو شکر میکنم. ولی تنها کسی که به نظر من سروش نون حلال تو این فوتبال میبره وحید امیری. واقعا عادل خان خیلی تلاش اصلا من میگم تامیناش هم دزدی نمیکنه این ماماستا بابا یه بار دزدی کنم ببرم تنها فوتبالیست این هفته بهش گفتیم دیگه هفته بازی با یه بار کثیف زندگی کجا هوادار هفته بازی هوادار از نساجی که برگشتیم اومدیم یه ذره بعید یه مقداری گلوش حالت خوبی نداشت و یکی دو روز تمرین نکرد و یه ذره خیلی آروم تمرین کرد اینا گل زد. داشتیم ریکاوری میکردیم مرتضی بهش گفت که آقا بعید یه هفته مثل ما تمرین کردی گل زد. بس کن. من باشم اتاقی بودم عادل خان خیلی یه بار مثلا خاطره از بعید خاطره بگو ببین خوب از بعید من میتونه خاطره نه خاطره خوبه. ساعت 9:30 قشنگ خاموشی میزد 9:30 و حضرت عباس نونیم خاموشه میرم زیر من از مثلا از ترس این زیر پتو اسمس بازی میکردم عادل خان یه بار تا ساعت 1:30 بیدار بودم زیر پتو دیگه این نور اینو اذیت نکنه 1:30 قبل از خواب میخواستم برم دستشویی بیام بلند شدم دیدم اومدم بخوابم گفت برادر تو بیداری؟ گفتم تو از 9:30 رفتی زیر پتو بیداری؟ من از ترس تو گفتم من از ترس تو زیر پتو هم تو چرا نخوابیدی؟ اصلا یه بی‌نظیره یعنی اصلا یه کنی به من گفت تو بیداری هنوز؟ من فکر می‌کنم این بازی‌ها رو ما بردیم به خاطر اینکه اول از همه تمرکز کردیم رو کار خودمون و من همیشه میگم آدم باید کلمات درست به کار ببره کلمات با انرژی مثبت. یعنی شما نباید بری مثلا ما همیشه تو رخکن اگه یادتون باشه ما دوهی جلو بودیم مثلا بعد بعضی صحبت می‌کردن بچه‌ها حواستون رو جمع کنید و نریم بخوریم یه گل بخوریم بازی سخت میشه میرفتیم تو زمین گل میخوردیم ولی از یه تایمی به بعد اومدیم گفتیم که آقا نریم بگیم نمیگفتیم بخوریم نمیگفتیم بخوریم بریم تمرکز کنیم سفت محکم بریم بزنیم. یعنی شما به مغز بک نده رو به جلو حرکت کن. اینه که خدا رو شکر تونستیم با این شرایطی که پیش اومد و با بزرگترایی که داشتیم همین حرفی که زدم وحید احترام میذاشت به این حساب و کلمات و خدا رو شکر تونستیم انرژی درست بریم جلو. اینکه مثلا میگفتن مثلا سروش با مهدی ترابی و وحید امیری با خط فکری‌های کاملا متفاوت فارغ از این که هر کدومتون چه خط فکری کدوم یکی غرب یکی شرق این صحبته که شما کردید به شکلی کاملا ناخودآگاه به یه پرسشی که شاید تو ذهن خیلی‌ها نقش بسته باشه جواب دادید. قطعا همینه وحید مهدی واقعا شاید غرب و شرق تفکرات ما نسبت به هم دیگه ولی فوق العاده با شخصیتن فوق العاده انسانن فوق العاده قابل احترامن و من از صمیم قلب جفتشون رو دوست دارم. ولی حالا جدا از این چیزا دلخوام من بچه ها صحبت کردن یه انتقاد بکنم از چند تا از دوستای خودم و تیما. به این چند تا تیم اومدن گفتن که ما شایسته قهرمان بودیم. یه تیم اومد گفت ما شایسته قهرمان بودیم. ببین همش تمام تیمایی که عادل خان تو لیگ برتر هستن شایسته قهرمانی هستن. شایسته اینو دارن که قهرمان بشن، شایسته اینو دارن که سهمی آسیا بگیرن. به هر حال اونم دارن هزینه میکنن، به هر حال اونم دارن بازیکن میگیرن. ولی ما بعضی از بازیکن‌ها که دوستای خودمون هم هستن، حالا آقا سروش و آقا مرتضی هم هستن، یه ذره فکر کنم به شخصیت ما بی‌احترامی شد. شما الان نگاه کنید بازیکن‌های پرسپولیس شاید من میگم شاید بالای 15 تاشون کلن حق دارن که تیم ملی دعوت بشن ولی خب به هر حال یه چیزی که 6 تا ما هستیم 6 7 تا فعلا هستیم. بازیکن سپاهان 6 7 تا هستن، بازیکن استقلال هم 6 7 تا.
ولی وقتی که میان میگن که دستای پشت پرده این اتفاق افتاده، این شخصیت اون بازیکن تیم ملی رو میبری زیر سوال. من میخوام بهتون بگم که چرا ما شایسته قهرمان بودیم که قهرمان شدیم، به خاطر اینکه عادل خان ما 9 هفته فکر کنم سروش اینا میدونن بالای 12 نفرمون سکارته بود. آره هیچ کدوم کارت نگرفت. شما عادل خان اصلا کسی به این توجه نمیکنه. وقتی که ما اینقدر تمرکز گذاشتیم که کسی کارت نگیره و کمترین گل هم خوردیم، 100% شایسته قهرمانی هستیم. و به نظر من که بی احترامی بود. ولی خب من میگم حالا آقای ساپینتو اومد به ما تبریک نگفت، اشکال نداره، ما ناراحت نمیشیم. ما میدونستیم که اگه اون قولی که آقا سروش گفت، گفت ما بریم بازی ها رو ببریم قهرمان میشیم و مطمئن هستیم که سپاهان یه بازی جا میزنه. من حالا اینجا هم که از ما چند تا از بازیکن سپاهان قبل از ما 4 امتیاز از سپاهان عقب بودیم تو اردو تیم ملی، منو خیلی اذیت کردن. اسم نمیبرم ولی منو خیلی اذیت کردن که یکیشون میگفت بعد از 10 سال ما نمیذاریم سپاهان میخواد قهرمان شه، نمیذارم. یکیشون میگفت ما با اختلاف 8 امتیاز قهرمان میشیم. بعد خودشون یهو میگفتن غلط میکنیم، میزدن پس سر خودشون که آقا کارما کار خود. گفتم ببین منم همینجوری گفتم ببین من گفتم که من خواب دیدم شما میایید پایین. خدا سر شاهده 2 هفته مونده بود به لیگ تمام شه، همون بچه‌ها من زنگ زدن گفتن آقا این چه خوابی بود تو دیدی؟ واقعا خواب دیدم. خواب ندیدم، فقط میخواستم که بترسونمشون. گفتم من خواب دیدم اینقدر ما رو اذیت نکنید شما میایید پایین، ولی من خوابی ندیده بودم. ولی الان منتظرشون هم بیان اردو تیم ملی براشون دارم تا یک هفته باید چایی برام بریزن چون منو خیلی اذیت کردن. این هم یه کوریه که اصلا برای هوادار سپاهان یا خدای نکرده استقلال نیست. آقا سروش دوستای خودمون هم داریم باشون حال میکنیم، پلن داری براشون، براشون بعد ریختم چند تا هم خود بهم گفتی اونا رو انجام میدیم. جمله معروفی که همیشه سر تمرین ها میگیم، میگیم کسی که میبره حرف نزنه بهتره، کسی که میبازه اصلا نباید حرف بزنه. آره دیگه این یه جمله کلیشه‌ای خفن ها، میگه وقتی میبری هیچی نگو، وقتی میبازی اصلا هیچی نگو. شما اگه حالا توی یه سایت من دیدم بیشترین تعداد صدرنشینی رو پرسپولیس داشت، فکر کنم 17 یا 18 هفته. تو خودم فکر کنم تو 360 گذاشته بودیم دیگه، یه نمودار خوش. یعنی تیمی که بیشترین تایم رو صدر جدول بود ما بودیم. یعنی شما اگر حالا سپاهان اگر ملوان رو میبرد، اگر استقلال دربی رو میبرد یا صنعت نفت رو میبرد، الان شرایط این نبود. عادل خان خدا سر شده این سروش بشم هستن، ما یه امتیاز افتادیم جلو از سپاهان، منتظر همون مساویه بودیم. چی میگفتیم به این خوب بودیم بچه ها ما هنوز یه امتیاز عقبیم، به این فکر کنیم که سپاهان دوباره مساوی رو بده، ولی ما رو اون حرف خودمون باشیم، یعنی اون هفته رو ببریم. ولی شما میایید نمیدونم محمد دانشگر رفیق خودمه، میای استوری میذاری میگی لجن. چرا لجن؟ بحث علی، بحث مرتضی دقیقا اینه، به خصوص علی اولش اینو اشاره کرد که بازیکن‌ها چرا وارد این حرفا میشن. ببین بحث هواداری جداه، هوادارا همیشه کوریاشونو دارن، همیشه یه چیزایی از قبل دارن، همیشه یه چیزایی برای بعد دارن، یه بهونه‌هایی بتراشن. ولی فوتبالیستا که دیگه خودشون میدونن سر بازی پیکان ما، اینم یه فکت دیگه میخوام بذارم کنار حرفای بچه ها، سر بازی پیکان ما اومد شورای تامین گفت آقا بازی باید توی آزادی برگزار شه. چند نفر شروع کردن از تیم حالا استقلال سپاهان که بیشتر رقیبمون بودن سر این قضیه صحبت کردن. اصلا سروش کار برای ما سخت کرد، بازی رو آوردن تو اصلا خیلی مساوی میگم. حالا من اینو بهتون بگم، اصلا اینا من از نظر همین جوی که من اگه جای مثلا چون افشین پیروان یا هر کسی دیگه تو تیم پرسپولیس بودم، میرفتم صد خودمو میذاشتم که بازی تو آزادی برگزار نشه. چرا؟ چون این حرف حدیثا به وجود نیاد دیگه. آقا برید بازیتون بکنید دیگه. ببین این از این منظر که استقلال و سپاهان تیمایی که در رقابت با شما بود، آقا شما میرفتید تو ورشگاه خالی از تماشاگر بازی میکردید تا اینکه به تو آزادی با هوادار بازی، خب فرق میکنه خودتون. نه عادل خان اتفاقا ببخشید من میخوام اینو بهتون بگم، اصلا من میخوام همین حرفو بگم، میگم یه فکت به خاطر اینه دیگه. دلیل اصلی حرف من واسه اینکه بازیکن نباید حرف بی ربط بذاره، خود هوادارا هم الان دیگه اینقدر باشعور شدن، اینقدر درک دارن که بفهمن ما توی لیگ چند تا باخت آوردیم، چند تاشو تو آزادی باختیم. آره
به خود سپاهان آقا به خود سپاهان تو بدون تماشاگر تو دستگردی بازی می‌کردیم راحت‌تر می‌بود. خب شورای تامین تصمیم گرفت، شورای سروش ببخش عادل خان ما اصلاً برای خودمون بده. من مشتبه حسینی، آقا مشتبه حسینی به خاطر همین که بازی آوردن تو آزادی به بچه‌هاش جوری انرژی داده بود، بیشتر می‌خواستن به خاطر اینکه حرف و حدیثی پشتشون نباشه اومدن سفت و سخت‌تر. ببینید ما توی نقش جهان با 40-50 هزار تا هوادار تو حذفی سپاهان رو بردیم. سپاهان اومد جلوی 50 هزار تا هوادار تو آزادی ما رو برد. به همین پیکان نیم فصل اول توی آزادی ما امتیاز دادیم، از هوادار باختیم، از تراکتور تو آزادی باختیم. پس این دلیلی نمیشه. توی بازیکن میفهمی اینو، میدونی اینو. ببینید روزی که ما بازی داشتیم با مثل رفسنجان، اولین بازی تو سال جدید اومدیم حلقه زدیم، علی گفت ببخشید بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، میدونید که استقلال سپاهان جفتشون بردن دو ساعت قبل ما بازی داشتن. اون لحظه توی شروع بازی ما 7 امتیاز از سپاهان عقب بودیم. متوجهی؟ قبل از بازی یه بازی جلوتر بودن، ما یه تایمی جلو بودیم، خودمون ضعیف کار کردیم، بد کار کردیم، وارد یه سری حواشی شدیم، کنار هم خوب وای نسادیم، امتیازها رو دست دادیم. بعد دوباره اومدیم سپاهان 7 امتیاز از ما جلو بود، گرفتیمش، قهرمانم شدیم و لیاقتش هم داشتیم. به خاطر این میگم وقتی میبری زیاد حرف نزن، به خاطر اینکه خودمون میدونیم لیاقتش داشتیم. کدوم از بچه‌ها 8 امتیاز جلو بودیم افتادیم عقب شدیم، 4 امتیاز عقب افتادیم، یکیمون در اومد گفت دستای پشت بردارن، به جز این که سرمربی تیممون فقط بعضی وقتا مسابقه میکرد. ببین من میگم این فضایی که وجود داره، شما ارسلان مطهری شکر تو کلامت، ارسلان مطهری اون دفعه یه استوری گذاشته بود رفیق منه تیم زیبا نمیدونم بهتر از یه قهرمان زشته، این خیلی بی‌احترامیه. این به نظر من 100 تا از اون بدتره برا من. من میگم برای تیمی اصلا پارسال پارسال اسرا قهرمان شد، یحیی یه تبریک کاملا کنایه آمیز گفت بهشون دیگه. یعنی میگه این فضا دو طرفه است، اصلا اینجوری نگید که شما خودتون مبرا از هر نوع. یعنی من میگم حتی اگه یه اتفاق رخ میداد و پرسپولیس قهرمان نمیشد، شاید خود شماها، حالا نه این سه نفر، ولی خود تیم پرسپولیس همچین واکنشی نشون میداد. این یه مشکل مبتلا به فوتبال ماست دیگه. یعنی اصلا یه سوال، آقا این تیم حکومت، این فرانتین تیم حکومتیه، اون یکی نمیدونم یحیی مثلا اون بعد از بازی با تراکتور به کدوم بازی گفت نمیذارم ما قهرمان بشیم، یا مثلا سپاهان میگه چون کی بود میگفتش که چون فدراسیون تاج و ساکت اصفهانی هستن، مثلا دوربر اصفهانی ها خیلی بیشتر حرف و حدیث هست. من میگم این فضاها یه جوری شده که همه به هم گیر میدن. یعنی اصلا آقا مثلا چون الان شما میگید آره بازی افتاد توی ورشگاه آزادی، این اتفاق افتاد، ساپین تو چرا تبریک نگفت؟ خب پارسال هم یحیی تبریک نگفت. یک بار باید یه چیزی درست بشه، نه فقط تو فوتبال، تو همه جای مملکت ما هممون دنبال بهونه ایم. آقای بازیکن تو اومدی جلو ما، درصد مالکیتت معلومه، یه دونه موقعیت 60% هم رو گل ما نداشتی، یه دونه یک به یک نتونستی رد چی، همه رو ازت رد شدن، اشتباه هم کردی، تیمت هم گل خورده باخته، بعد میای میگی نمیخوان. خب اینو تو میگی، هوادار پشتش میگه، مربی پشتش میگه. خب این فوتبال هم اینجوری درست نمیشه. ببین دقیقاً درست میگی. حالا نمونه این ورش هم بخوام بگم، آقا سجاد حسینی خب عزیز دوست داشتنی، این سال پرسپولیس 5 سال پشت هم قهرمان شد دیگه، هر سال میگفت یه دسته پشت بردست نمیذارم ما قهرمان. میدونید چی مگه داریم آخر با لام اصلا داری هر سال قهرمان میشی چیزی میدونید چرا؟ چون سید با توجه به ذهنیتی که تجربه بالایی که داشت فهمیده بود که تو مملکت ما نباید بگی همه چی خوبه، همینیم دیگه، همه جای مملکتمون همینجا میمونیم یا میریم پایین. آره آزاد خان من بابت اینکه الان یک ساعت داریم صحبت میکنیم تو هنوز مرتضی رو نگفتی. من اصلا سلامت بشی مرتضی دیگه، بابا الان دیگه تموم شد دیگه، علم درونه آقا عادل. من 10 سال پیش که این حرفو زدم خیلی خندیدن خود وکیلی. بابا اصلا ببین تو برنامه همه جا میرفتم مرتضی چطوری مرتضی، آره حرفی شما میگی، آره میگم مرتضی چطوری مرتضی. ولی الان که شما نگاه میکنی تمام بازیگرای هالیوودی و آدمای فیمس دنیا دارن میگن بهترین رفیق ما خودمونیم.
بابا خودش ولی حرف نمیزنه. بهترین معلم ما خودمون okay, دارن اینترویو میکنن دیگه. با خودشون؟ نه دیگه. الان شما نشستی دارین مصاحبه میگیری. خاطره دارم ازت. میان میگم بهترین رفیق شما کیه؟ حالا خاطرت هم بگو. مشکل نره. اگه قدیمم خودش هست. ببین یه خاطره جان بزن قبل اینکه صحبت کنه بزن. ما نف بودیم عادل خان. خیلی باحاله. می‌خواستیم بریم شمال، اردو داشتیم. رفتیم توی خونه مصطفی سیفی، فکر کنم میشناسیش. بابک واسطه خیلی خوبی بود. جمع شدیم دور هم و دیدم مرتضی فکر کنم پیشنهاد یا چین داشت تا می‌خواست بره. داشت می‌خواست بره اون بعد یه ساعت ده گفت بچه‌ها من برم بخوابم، اینجوری هم صحبت می‌کنم. برم بخوابم که باید برم اروپا. ببین هر کی می‌خواد بره اروپا. ببین گفت هر کی می‌خواد بخوابه همین الان بره بخوابه. عادل خان ساعت 9 نیم رفت. ساعتش رو زیاد نبرد. ببین نونی من نزد. گوش بده. ساعت 3 بود داشتیم دو نیم سه. ازه تعریف کنه. 3:45 به خدا. بگو پاشم پلی‌استیشن بازی می‌کردم دیدم یکی یه گفت ناز بقرم. گفت ناز بقرم شمالی داشت. گفتم بعد جا زدن ناز بقرم میان کجا؟ رفتم تو اتاق. گفتم ماری ناز نقر ساعت جاره. ساعت 4 تو قرار ساعت 9 بری اروپا؟ میخواست با خودش ببرتش اروپا. میخواست ببره نازو حالا ادامه بده. بزرگترین خوشبختیم و بذار بگم بزرگترین بدبختیم این بود که با علی من بزرگ شدم. خوشبختیم به خاطر چی بود و بدبختیم به خاطر چی بود؟ خوشبختیم به خاطر این بود که خدایی علی حالا ما با هم بزرگ شدیم دیگه. ما از 15-16 سالگی با همین، چه تیم ملی چه نفت تهران. از این که پشتم بود خدا لعنتتون بسر. تازه اون اتوبانیه رو بگم که حالا اون حالا بذار یه ذره دم گاز نخور گوش بده. اتوبان من چیکار کردم بذار صحبت کنم علی. بعد از این که خوشحالم و خوشبختیم این بود که علی این که با همدیگه بزرگ شدیم بود که به هر حال گلر حالا پشترم بازی می‌کرد و خدایی من یعنی یه خیال راحتی داشتم که گلر خوب پشتم از ده تا تو دو تا هم رد بشه مثلا علی هست. بدبختی این بود که من از بچگی هر کاری کردم خدا رو شکر کار بدی نکردیم. هر کاری کردیم و علی همه جا گفت. پدرمون رو در آورده. میگم علی جان نه اونو دیگه نگو. بابا داشتی علی آقا جان بچت بگو آقا بذار آخر برنامه. رفتیم ازدق واقعا عادل خان پول نداشتیم بیاییم پیاده انداختیم تو اتوبان مرزداران داشتیم میبردیم سمت همین یه ترش بود دیگه مرزداران سپه. آره رفتیم اونجا پیاده اومدیم دیدیم یه دختر از اون ور داشت میرفت پیاده یه کوله بود پشتش. بعد موری هایی من گفت ناز بقیر مرتزا گفت ناز بقیرم دخترم من گفت کی گفت ناز بقیرم گفت این گفت شهر زد تو گوش علی. بابا منو چرا میزنی یه چک زد اینجا. من گفتم موری تو ناز بقیری من بردم بلند شدم من رفتم گفتم منو میزنی دست بردم با آجر. بعد جالب اینجاست یکی دیگه اومد این دختره سوار کنه برای گفت پلیس هم شهر یکی دیگه زد اینجا. گفتم من چه بدبختی من کتک میخورم از اینا. خاطره امسال مرتضی اینه خیلی هم کمکمون کرد قهرمان شدیم دیگه. وای بگو سرشون اینه که ساده. به حق مرتضی همیشه ما میگه آقا ساده بازی کنید مخصوصا به من خیلی میگه همیشه هم میگه. بعد هر وقتم خدای من ساده تر بازی میکنم خب کیفیتم میاد بالاتر. بعد سری میاد بهم میگه ساده ببین ساده. بعد هی به ما میگه آقا ساده استوپ پاس ساده. بازی هوادارمون داشتیم پاس میدادیم و دویچ افتاده بودیم جلو عالی داشت 40 تا پاس دادیم. یه دفعه توی زمین خودمون خیلی نمیومدن رو اون پرس بین گیورگی و مرتضی من میلاد علی همین 4-5 تایی فکر کنم 40 تا پاس دادیم. یه دفعه توپ رسید به مرتضی بازیش کرد یه دفعه مرتضی آور راستش یه تعویض بازی زد اون طرف. یه دفعه 5 نفر با هم گفتن ساده تو کشتی بابا رو با ساده. خب ساده یا آقا یا بیرون هم میگو مرتضی ساده. گفتم بابا ببخشید چیکار کنم بودید دادم دیگه سر. ولی خیلی کمکمون کرد سر همین داستان تکونم میخواد بخوره بخواد تو آسانسور هم بیاد هی سعید صادقی هم خیلی ازش کار میگه موری ساده بیا
ساده بود. ولی آذر خان مرتضی من بازی کردم ازش تیم رو تعریف کنم. آذر خان واقعا هر چیزی که مثلا لفظشو میاد اتفاق براش به خدا میوره. خیلی مثلا چون خوش قلبه اصلا من ایمان دارم، یعنی ایمان آوردم بهش. مثلا شما مرتضی پورعلی‌گنجی خیلی بازی واسه ما مقدماتی جام جهانی بازی نکرد، ولی همیشه میگم من فیکس جام جهانی ام. و واقعا یه سن داشتیم چی بازی میکردی؟ چند عقب بودی؟ تنیس روی میز با یکی از بچه‌ها. من 23 فکر کنم 3 بودیم با حمید تایفی. 23 که نه، 8 21 که بازی کردیم ما. ما 25 تایی بازی کردیم. اوکی استیج بازی کردیم. نه 22 با حمید گفتم من میبرم. بود گفت من میبرم. بعد کی بود طرف؟ همیتاری بود. همیتاری یکی از بازیکن‌های خودمون نفت تهران میشناسیش. 25 20 نمیدونم 4 یا 26 24 بود برد. الانم گفته جاملتا فیکسم. من هدفم همیشه از کلمات مثبت به کار میبرم. آقا دلالا بعضی از بچهای جوانان تیم ملی بودیم. جادوگر هم شاید داشته باشه. نوجوانان بودیم. همه هم میگفتن موری کتاب. کتاب. من کتاب میخوندم. یعنی الان پادکست گوش میدم به خاطر اینکه چشام از اون حالت در اومده به آستیگمات تبدیل شده، میخوام لیزی کنم. و همیشه نمیدونم چی گفتی. بعدا گفتم جان. میخوام اینو بگم، حرفی که میزنم من مثبت رو میبینم. پیش اومد نیومدم نیومد. پدیده جام ملت‌ها شد دیگه. یادت خون اگه یاد باشه که یه ماشی گذاشته بودن که قرعه کشی کنن که اینم یکی از دیگه خاطره. بازی داشتیم بعد ماشین رو گذاشته بودم که آقا برید رای بدید هر کی بیشتر. اون موقع واقعا خدایی کی با اختلاف بالا بود. مرتضی با اختلاف قبل اینکه بخوابیم بالا بود. ووریا زنگ زد به شبکه ای نمیدونم کردستان و ایلام اینا زیرنویس کرد. موری گفت واه من جلو بودم. صبح بیدار شدیم. من اینقدر جلو بودم شب. صبح بیدار شدیم یه دفعه دیدم من اینقدر عقبم. گفتم علی چیکار کرد ووریا؟ وای به همه بچه‌ها نب گفت آقا برید هر کاری میکنید فقط من بیام بالا. ولی ووریا واقعا بهش گفته بود آقا هر کدوم برد ماشین نس یعنی هر چی شد 50-50. این قبول نکرده بود. این به اطمینان گفت منم. گفت تویی برات دارم. تو هم بس مثل کروبی خوابیدی صبح بیدار شدم ماشین کلا همه چی اول بازی داشتیم. اصلا رویه نداشتم بازی چون واقعا خیلی مثلا ماشینه به هر قراردادمون پایین بود. 90 میلیون فکر کنم 100 میلیون بود. چقدر بود علی امروز یه پست گذاشته بودی واسه ووریا. من فکر می‌کنم اجحاف شده در حقش و به هر حال با اون بازیکنی که این همه زحمت کشیده برای فوتبال ما حقش بود و هست یه خداحافظی. حالا که تصمیم گرفته به هر دلیلی خداحافظی کنه، خداحافظی با شکوه داشته باشه که خب نشد دیگه. به نظر من ووریا میتونه صادق خان هنوزم بازی کنه، یعنی اون شرایطشو داشت. ولی میگم یه تصمیمی گرفت که باید بهش احترام بذاریم به این تصمیمی که گرفت. و خیلی هم دوست داشتم که می اومد، چون یه استوری گذاشته بود که برای دربی باید می اومد خداحافظی میکرد و ما همه منتظرش بودیم که بیاد، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ولی خب در کل میگم که امیر خانم که یه استوری براش گذاشته بود، ایشالله که بتونیم حالا تو تیم ملی. کدوم بازی خداحافظی بذارم براش؟ چیزی که آقای قلنی گذاشته بود منم شنیدم، گفتن یه بازی ملی هست که امیدوارم این اتفاق بیفته به زودی. انشالله این اتفاق بیفته چون واقعا خیلی زحمت کشید عادل خان. ما خودمون خیلی نکتهش اینه که تصمیم خودش بود که مثلا خداحافظی بکنه. من فکر می‌کنم یعنی تو فوتبال خیلی حقش بیشتر از اینا بود. ووریا به عنوان کسی که سال‌های سال به حال بازی کرد و حقش نبود که اینجوری اینقدر محجور از فوتبال بره کنار. یا مثلا چه می‌دونم خداحافظی که خودش حالا بازم تو این شرایط اجباری که قرارش دادن اونم حتی نتونست انجام بده. و نمی‌دونم، امیدوارم که قدرش دونسته بشه چون سال‌های سال خاطرات خیلی خوبی همه باش داشتن. علی و سروش شما یه رفت و برگشت که داشتید به سروش که انتا رفت و برگشت داشته به پرسپولیس، علی هم یه بار رفت و برگشت. اگر خوبه چرا میرید؟ اگر بعدش رو برمیگردید چیه داستان؟ عادل خان من یه چیزی به شما بگم، رفتن خودم رو بگم چه اتفاقه. شاید خیلی از مردم نمیدونن و شاید من الان خودم بگم شاید بغضم بگیرتم، ولی خب اتفاقی که برای من افتاد فوتبالی نبود. اینو شاید هیچ کی نمیدونه. اتفاقی که برای من افتاد به نظر من وطن فروشی بود.
یعنی کسی بود که چجوری بگم، من یک آدمی بود که توی ایران همه هم میشناسیدش که حالا بازیکنها رو جابجا میکنه، این بر اون بر میبره. خب قرار بود منو ببره سمت بلژیک واسه تیم خنگ، فکر کنم خنگ بود، آره، که فکر کنم قهرمانم شدن. من اون تایم قرارداد داشتم با پرسپولیس و خب اون بنده خدا چند تا بازیکن رو برده بود بلژیک و فکر کرد مثلا منم مثل اونا میرم و میام. حتی بهش گفتم، گفتم شرط من فرق میکنه با اون بازیکنایی که میبری میاری. و گفتم من قرارداد دارم با باشگاه پرسپولیس، من هیچ وقت این کارو نمیکنم، باید خنگ نامه مستقیم بده به باشگاه پرسپولیس، چون من اینجا زحمت کشیدم، من اینجا 3 سال پشت سرم قهرمان شدم، 3 روز دیگه ما بازی داریم با تراکتور سازی. زمانی که آقا یحیی اومد اولی بازیش هم با تراکتور سازی بود که وحید امیری گل دومو زد، آقا شب ساعت 3 دیدم با بلیت بیزینس هواپیما فرودگاه بریم بلژیک. گفتم آقا من 2 روز دیگه با تراکتور بازی دارم، کجا بیام با تو؟ گفت به خدا من هزینه هم خوش نکردم، هزینه هم یه بنده خدایی که کنم میشناسیش. آدل خانم من گفتم بلیتا رو برو کنسل، هر چیز ضرر میخونی من نمیام. من نرفتم، قبول نکردم. فقط میخوام یه چیزایی بگم اگه بدونی باور نمیکنی. من نرفتم و موندم یه هفته تراکتور بازی کردم، بردیم. دیدم یه آفر جدید به نام آنتورپ برام اومد، آنتورپ بلژیک، که یه نفر دیگه برام آورده بود که آنتورپ نماینده فرستاده بود. گفتم مستقیم میری باشگاه، من اینجوری میام بلژیک، شما قراردادتون با باشگاه پرسپولیس تموم بشه، 700 هزار دلار رو میدید باشگاه پرسپولیس، بعد میشینید با من صحبت میکنید، من با شما نوکرتونم هستم، میام. همون شخصی که اسمش آوردید پیام میده، نامه میزنه از خود فدراسیون بلژیک، نامه میزنه به آقای سلطانی فر که آقای سلطانی فر بهرامن بازیکن ملیه، نذارید بیاد بلژیک، اگه بیاد بلژیک فوتبالش محو میشه. آقای سلطانی فر منو به من زنگ زد، منو برد وزارت، گفت همچین نامه ای اومده، نرو، جریان چیه؟ تو امضا، تو قرار بوده با یه شخصی دیگه بری بلژیک، نرفتی، اینا نامه زدن گفتن اجازه ندید بهرامن بیاد بلژیک. عرض 3 روز ویزا منو کنسل کردن. خود همون شخصی که اسمش آوردی از فدراسیون بلژیک ویزا منو کنسل کردن. من قرارداد بستم با آنتورپ. عادل خان 2 ماه من نرفتم، یعنی هر کاری میکردم ویزا صادر نمیشد سروش. یعنی اینقدر این اتفاق پخش شده بود، تنها کاری کردم رفتم سمت وزارت خارجه خودمون، زنگ زدم آقای عراقچی، گفتم آقا چی میخوام ببینمتون، و رفتم پیش آقای عراقچی، گفتم آقای عراقچی من زحمت کشیدم، چرا ویزه من نمیدی؟ من 3 ماه قرارداد بستم با آنتورپ. یه چیز بهم گفت، از اونجا فهمیدم که علی بیرامن نباید بره بلژیک. گفت مشکلت با آقای بیات چیه؟ یعنی شما وقتی که کار به اونجا میکشه اینور، یعنی ببین چه کارایی کردن. گفت مشکلتو حل کن برو. من گفتم آقا از شما بعیده، من این همه زحمت کشیدم میخوام برم اونجا پیشرفت کنم، من که نمیخوام خدای نکرده میخوام برم بجنگم، شما هموطنان منید. عادل خان رفتم، بعد از چندین 3 ماه آنتورپ منو به عنوان گلر 1 خریده بود، 3 ماه من نرفتم یه گلر فرانسوی دیگه خرید، کار من سخت شد، کار من سخت شد. کی خرید براش؟ آقای بیات خرید. بله، هم خود آقای بیات واسه همون آنتورپ یه گلر فرانسوی آورد. من رفتم اونجا، عادل خان بازی نکردم. آقای بیات پیام میده به آقای سلیمانی، میگه که منتظر رفیقتی بازی کنه، حالا بازی نمیکنه. من بهت گفتم بیاد اینجا با من نیاد، بازی نمیکنه. آقای سلیمانی مصطفی به من گفت علی همچین پیام اومد داده، نظرت چیه؟ گفتم بذار من به دوستش که تو ایرانه، همه هم میشناسیتش، هزاران بازیکن، هزاران خودت هم میشنه، هزاران بازیکن باش قرار داد دارن، خیلی از بازیکنان رو برده سمت بلژیک، بهش یه وایس دادم آدل خان. اما اسمش دوتاست، فامیلش یکیه دیگه. بله، بهش یه وایس دادم آدل خان. الف حسین. آره خب، بهش یه وایس دادم، گفتم ببین دوست من، رفیق من، هموطن من، داداش من، من اومدم بلژیک به آرزوام برسم، نیومدم با هموطنانم بجنگم.
شما دارید هزینه میکنید به مربی، به بازیکن، به خبرنگار پول میدید که من پیشرفت نکنم؟ همینو به جان بچه‌هام بهش دادم. عادل خان صبح رفتم سر تمرین آنتور، دیدم سرمربی آنتور به من میگه اتاق میتینگ، زنگ میزنه بالا، رئیس باشگاه پایین. وایسی که من داده بودم به این دوستمو گذاشت جلوم، گفت من پول میگیرم، شما چه انتظاری دارید از علی بهرامن تو اون کشور غریب بره اونجا پیشرفت کنه وقتی که نمیذارن، وقتی که به خاطر 100 هزار دلار که میخواستن بذارن تو جیبش به یه بازیکن ملی اینجوری وایس شخصیش هم میندازن جلو سرمربی، شما چه انتظاری دارید؟ من بازی با تاتنهام عادل خان من ستاره بودم، من منتخب هفته لیگ اروپا بودم، چرا منو بازی ندادن دیگه؟ خب این نامردیه. بعد من فشار روم بود، با عنوان یه بازیکن ملی رفتم اونجا، من تو پرسپولیس خیلی افتخار به دست آوردم رفتم، ولی مردم نمیدونن بعضی چیزا رو. این اتفاق افتاد که من تو بلژیک خیلی کم بازی کردم، ستاره بازی با یعنی اون تاتنهامم به خاطر رئیس باشگاه بود، گفت آقا من 4 میلیون دلار 3 ساله به این دادم، شما اینو آوردید برای چی بازی نمیدید؟ و خود همون مربی اومد منو خراب کنه، ولی خدا نذاشت. اینو واسه همون صحنه رو تعریف کنید، اینقدر احساسیش کرده این خاطره با اون مربی رو خواهش میکنه. نه الان دیگه احساسی کرده، مربی هی بهم بازی نمیداد، هی بهم بازی مصدوم شدم، گفتم کوچ I was before injury first goalkeeper here. قشنگ گفتم What happened؟ بعد گفت Why what happened؟ گفتم برای چی منو بازی نمیدی؟ بقیش دیگه فارسی گفتم. خدا رو بگو. بعد گفتم بعد اینجوری کردم، گفتم که کوچ یس، گفتم کانتینیو آی هاف گاد به جون آقا عادل، گفتم کانتینیو آی هاف گاد، من برای خودم خدا دارم تو ادامه بده. گفت یس آف کورس می آی ام گاد. بعد گفتم اوکی کانتینیو. بعد صبح رفتم دوباره بهش گفتم که دوباره گفتم آی هاف گاد، گفت یو بیزینس فوتبال؟ همینجوری گفتم بهت میزنی؟ گفت آره. گفت یو بیزینس؟ گفتم می بیزینس فوتبال. یو وری آماتور. اعصابم خراب شد دیگه، وقتی که وایسام همه رفته بودن پیشش و از پشت دیگه گفتم من بیزینس فوتبال، یو آماتور. گفتم تو هیچی نمیفهمی از فوتبال. داشتم من خودم دیوونه کردم، من بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا شدم رو تاتنهام، تو چجوری منو بازی نمیدی؟ این وایس چجوری به دست تو رسیده؟ خب تو داری با اینا کار میکنی. گفتم این وایس من چجوری به دست تو میرسه؟ پس عادل خان وقتی که ما میریم اونور، من بس میگم وقتی که من رفتم اونجا، ما رفتیم که بمونیم. و واقعا اگه برگشتم، یعنی من توی بلژیک من قرارداد 4 ساله بستم، دیگه نشد اونجا بمونم. یعنی این اتفاقاتی که تو زندگی ورزشی من افتاد، رفتم پرتغال هم شانس من، همه تیم‌ها اروپایی فوق‌العاده، تا هفته هشتم پنجره بسته بود. قرارداد من با بوآویشتا هفته هفتم باز شد پنجره، یعنی من از هفته اول تا هفتم سکته بودم، هفتم باز شد، هشتم شروع کردم بازی رو کردم تا موقع بازی با اسپورتینگ که مصدوم شدم. بعد از مصدوم شدم دوباره جامو دادم به اون گلره، کارکردی چیز طبیعی داره، مشکلی نداشتم تو پرتغال. نزدیک شدیم به جام، تصمیم گرفتم من گلره دیگه هم بودم، داشتم بازی می‌کردم. تصمیم درستی گرفتی، واقعاً بهترین تصمیم رو گرفتم عادل خان، من این حرکت. ولی علی بهرامن هیچ وقت دنبال این نبود بره برگرده، الانم میگم خیلی دیر رفتم. یعنی الان فرصت پیش بیاد میری؟ مطمئن باش الان اگه پیش بیاد برام میرم، مطمئن باش، چون امسال پرسپولیس خیلی بهم کمک کرد. و میگم تو این 2 سال من چیزایی که اونجا یاد گرفتم، مخصوصا این نزدن زیر توپ، و چقدر به تیمم کمک کرد. همین اصلا تو یه تحولی هم تو بازیتم به وجود اومد، قبلا اینقدر بازی اوپاد اصلا به چشم نمی اومد، اصلا امسال فوق العاده، یعنی قشنگ همه آفگ وسط بود واسه ما. آره قشنگ بهش اطمینان میکردن، خودت نه سروش برمیگشتید بهش پاس میدن، قشنگ از عقب بازی سازی انجام میشد. علی عادل خان اینا همه چی برمیگرده به خود مرتضی و سروش اینا، چون من وقتی که شما بازیکنایی که من اونجا این حسو کردم و میدیدم که واقعا وقتی که پاس بهشون میدی، البته که چمنای اونجا اصلا یه چیز فوق‌العاده است، یعنی وقتی که تو چشم بسته پاس میدی میدونی میرسه. و یه چیزی هم که رب داره، من اینقدر راحتم به بازیکنام اعتماد دارم. ولی خب یعنی این مقطعی که اونجا بودی اینقدر اصلا خود فهمیدی که گلرای روز
فوتبال اروپا اگه بازی با پاشو خوب نباشه اصلا تموم، اصلا کارشون تمومه. من میگم عادل خان اگه این اتفاق توی بلژیک، من سال اولی که رفتم یه گلر داشتم فرانسوی لامصب، من هم به بچه ها میگفتم انگار نون میخورد، اصلا یه پاسایی میخوام میخواستم عدش در بیارم اصلا زبه میخندیدن، یعنی یه پاسایی میداد مثلا یه ضرب میداد چپ یه ضرب، یعنی مربی کیف میکرد. من شاید حالا جدا از این اتفاقاتی که افتاد برام، شاید اگه یک ذره هی داشتم تمرین میکردم این قدرت پا رو میبردم از اول با خودم، شاید پیشرفت بیشتری میکردم، ولی اینو از اون ور آوردم این ور. این هم بکنم برمیگرده به سروش، به میلاد سلک، مرتضا. الان این که میگن از عربستان پیشنهاد داری، صحت داری یا نه؟ ببینید چیزیه که تا الان منم شنیدم و فکر کنم چندین ایجنت با آقای سلیمانی تماس گرفتم، چون من کارم رو مصطفی انجام میده، مثل اینکه تماس گرفتن که گفتن همچین چیزی هست و حالا میگم منم بهشون گفتم من قرارداد دارم به مصطفی، شما میخوای باشون صحبت کنی میتونی با باشگاه ارتباط بگیرید. و اروپا چی؟ اروپا نه، ولی سن شناسامت سنت خوبه دیگه الان، یعنی نه من سیم. خب خوبه دیگه، خیلی خوبه. من جدی میگم واسه گلرسی خیلی دوست دارم الان برگردم، چون عادل خان الان برگردم بهترین فرصته، چون من فکرم سروش، من همیشه با سروش صحبت میکردم با علیزا جانبخش، شما وقتی که میرید اروپا یکی دو سال فقط باید آپدیت شی از لحاظ رفتاری، از لحاظ اینکه صبور باشی. من صبور نبودم، روک حسینی بهتون بگم من صبور نبودم، من چجوری بهت بگم اخلاقم یه جوری بود که فکر کردم مثلا ایرانه، مثلا اگه برم با مربی صحبت کنم منو میذاره. و واقعا همین حرفایی که قبل گفتم آی هاف گاد، اینا مربی خارجی عصبی میکنه. وقتی شما یه کارایی میکنی، همین چیزی که من میگفت تو بیزینس فوتبال، یعنی تو مثلا شرط بندیم اینا، یه چیزی که ذهن مربی رو خراب میکنه. من توی پرتغال بود، پام در گرفت بازی با اسپورتینگ، اومدم بیرون چند تا از بازیکن‌ها رفته بودن گفته بودن آقا این چون پول نگرفته اومده بیرون. نیمه اول فوق‌العاده بودم 0-0، نیمه اومدم بیرون 2-0 باختیم، رفته بودن گفته بودن آقا بهرمان به خاطر پولش اومد بیرون. از اونجا دوباره من از چش مربی افتادم. اگر این پیشنهاد عربستان جدی باشه و بری اونجا، این داستان رو دوباره چطوری کریس و اینا هم دوباره انشالله که علی پیش ما میمونه. سروش تو خود رکوردر رفته برگشت به پرسپولیس هستی دیگه، سه بار چهار فکر میکنم کم فوتبالیستیه که سه بار اومده باشه پرسپولیس، نمیدونم، مخصوصا اینکه شما بیای و دو بار دوباره بعد از بار اول دو بار دیگه بیای. حالا بار اول که خودم شرایطم یه جوری بود که می‌خواستم برم، بیشترم بحث مالی بود، تصمیم گرفتم برگشتم. سال بعدش آقای کالدرون منو نخواست و به اجبار رفتم. خیلی دوره سختی بود و خوب خدا رو شکر شرایط یه جوری شد دوباره برگشتم. تو آمارت هم سروش خیلی عجیب غریب خوبه، یه 4 تا نیم فصل بازی کردی، 3 تا قهرمانی داری، یه همچین چیزی تقریبا. بله امسال کامل بودم، فقط اون سال اول که نیم فصل اومدم اتراکتور، سال بعد اصلا پنجره بسته بود، از اول فصل قرارداد بستم ولی پنجره بسته بود، فقط امسال بود 4 تا نیم فصل، 3 تا قهرمانی لیگ، 2 تا قهرمانی حذفی. و مرتضی تو اردوی تیم ملی همه میدونستن پرسپولیسی هستی، ولی با جدیت تکذیب میکردی و همش میگفتی من به تیم مورد علاقه ام برمیگردم. زرنگ مرتضی. آره میخواست دو تا رو داشته باشه. اصلا تکذیب من نکردم. تکذیب نکردی، ولی به هر حال دو تا رو داشت. همه میدونستن دیگه. همه میدونستن که من پرسپولیسی ام به خاطر اینکه من فکر میکنم از خیلی سال پیش قلب قرمز میذاشتم و سعی میکردم اینجوری متوجه کنم که به هواداری عزیزمون من رنگم قرمزه. قلب بخواد بذاره معمولا قرمز میذاره در چه، یعنی اونی که استقلالی اگه باشه آبی میذاره. آره من خیلی واقعا رو اومدنش، من تو اردو خیلی روش رو مخش کار کردم، یعنی میگفتم تو دنبال فالوور و هواداری پرسپولیس. من خدا رو شکر از اول هوادارهای پرسپولیس، هوادارهای استقلال حالا به ما لطف داشتن، ولی چیزی که هست من الان کلن از اون موقعی که اومدم 1.6 بودم، کلن 100,000 تا رفت بالا، برادرها فالو کنن که بیان بالا، ولی کلن چیزی روی فالوورام نرفت. نه آخه تو بد ساری اینا امسال یه ذره اینترنت خودم 200 خودم بهت میزنم.
آقا دیویس زمان ببرم اون بعد. خدایی چیزی که دارین میگین من خودم خیلی دوست داشتم بیام پرسپولیس به خاطر اینکه خب بچه‌ها دوست رفیقایی که داشتم دوستای صمیمی که داشتم. سال 1402 خب براتون فوق‌العاده بود دیگه، همه بازی‌ها رو بردید و یه اتفاق عجیب و غریب و رقم زدید، ولی مقاطع سختی هم در طول فصل گذشته داشتید دیگه. از بازی رفت با تراکتور شروع شد که تا بعد از جام جهانی هم ادامه داشت، 9 امتیاز تو مقطب از دست دادین. چی گذشت به شما تو اون مقطب؟ یکم از جو چون مثلا بازی با تراکتور تو رختکن چی بود داستان؟ بحث اصلی این بود که ما از لحاظ ذهنی واقعا آماده بازی نبودیم، نه استراحت خوبی کرده بودیم شب قبل از بازی، نه ذهن آماده ای داشتیم برای بازی، آنالیز هم نداشتیم. کلن بازی غیر عادی بود برای ما. امتیازش فکر نکردیم اصلا گذاشتیم کنار. حتی این فکر رو کردیم، یعنی اینقدر غیر عادی بود شرایط برامون نسبت به بقیه بازی ها که گفتیم خب شما فکر کنید این 3 امتیاز ما نداریم، بریم بازی کنیم، ولی فکر کنیم این 3 امتیاز نداریم. از بعد از اون به خاطر حالا همون شرایط هایی که تو اون مقطع بود توی کشور، به هر حال تشنجا و این نمیدونم این جو به هر حال سنگین و مخصوصا ماها یه تیم پرهوادار، انتظارات بالا از بازیکن ها، حالا نظرات مختلف میگم، الان واقعا دیگه نمیخوام برگردم به اون حرفا، نتونستیم که تایم خوبی رو سپری کنیم، نتونستیم تمرینات خوبی رو داشته باشیم، هر کدوم اون هر روز درگیر یه حواشی بودن، خود من خیلی زیاد واقعا درگیر یه سری مسائلی شدم که خیلی اذیت هم کرد، هم چه فکری هم بدنی، و اون مقطع رو واقعا با این دلیل فکر میکنم ما از دست دادیم. عادل من میتونم این نکته بگم، به هر حال هر فوتبالیستی، هر ورزشکاری که تو مملکت ما داره بازی میکنه، من فکر میکنم از این تریبون و از این شهرتی که مردم به ما دادن باید به نحو احسن استفاده کنه، و به نظر من بد نیست ورزشکارامون کنشگر اجتماعی باشن، واکنش نشون بدن به شرایط مملکت. به هر حال من و خانوادم و ایل و تبارم توی این مملکت داریم زندگی میکنیم، حالا بسته به شرایط من اومدم ورزشکار شدم، اونم فوتبالیست شدم، حالا درآمدم بهتر از حالا همسایمه، ولی از اون گوشت مرغی که همسایم داره میخره منم دارم میخرم و از اون افزایش قیمت با خبرم، و این دغدغه و این فشاری که روی به هر حال شرایط مملکت و مردم هست رو منم دارم حس میکنم. من چند تا کشور زندگی کردم و منابع طبیعی هیچ کدوم از این کشورها از منابع طبیعی کشور خودمون بیشتر نیست، ولی به هر حال خیلی به مراتب کشور پیشرفته تر و مدرن تر دارم. من فکر میکنم ما صدای مردمیم برای مسئولینمون و میتونیم به هر حال صدای مردم رو قشنگتر به مسئولینمون برسونیم به خاطر جایگاهی که داریم، و من فکر میکنم مسئولین، حالا هر کسی در هر جایگاهی که هست، باید تمرکزش رو بهتر به کار بندازه و زحمتش رو دوچندان بکنه که از این شرایطی که هستیم و از این گفته هایی که هیچ وقت انجام نمیشه دست بردارن و به مردم کمک کنن، به خاطر اینکه ما کشور خیلی پر نعمتی داریم و مردم خیلی صبور و زحمتکش و به نظر من عاقلی داریم، یعنی واقعا مردم زحمتکشن، صبورن، همه جوره نیستن، لیاقت زندگی خوب رو دارن و هممون، و اصلا دوست ندارم که مثلا من مرتضی پورعلی‌گنجی یا علی بیرانوند یا سروش رفیعی بعد 20 سال زحمت کشیدن یه ماشین رو سوار میشه که مثلا همسایش وقتی نگاه میکنه حسرت تو دلش باشه. فرداش اومد میسر تمرین منو کشید کرد گفت همون کارتو ادامه بده. از دروازه ای تو داشتم مراقبت میکردم بی وجدان. خیلی راحت و مستقیم به من گفت که برو استقلال. هر وقت بازی سنگین دارم امکان نداره توی اتوبوس نگاش نکنم، هم صدای خودتو همون صحنه رو، فقط همون.